دوستان عزیز کنکوری سلام، میلا لطیفی هستم، مدرس زیست کنکور. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از سوالات جالب کنکور 1402 تیر، پس با من همراه باش. دوستان بریم سراغ سوال. میگه در نزدیکی حفره دهانی انسان اندامهای لوله شکل و طویلی وجود داره. همینجا نگه تا اندامهای لوله شکل و طویل کدومه؟ مری و نای رو داره میگه که با دهان در ارتباط هستن. البته اگه نمیگفت طویل میتونستی شیپوروساشو هم در نظر بگیری که با این حفره در ارتباط هستن. کدام مورد ویژگی مشترک این اندام ها؟ یعنی ما یه گزینه رو باید پیدا کنیم که بین مری و نای ویژگی مشترک باشه. بریم سراغ گزینه ها. میگه با اتصال به پرده سفاق در جای خود ثابت شدن. بچه ها اندام هایی با پرده سفاق اتصال دارن که داخل حفره شکمی هستن. ما میدونیم که نه مری نه نای داخل حفره شکمی نیستن. حالا یه بخش کوچیکی از مری داخل حفره شکمی هستش، ولی درباره نای میتونیم قطعا بگیم که با پرده سفاق اتصالی نداره. گزینه بعدی میگه به واسطه داشتن یاخته های مژکدار. بچه ها مری یاخته مژکدارش کجا بود؟ سنگ فرشه چند لایه هستش، همون اول رد میشه. گزینه گزینه بعدی مولکول هایی را انتقال میدن که در تولید انرژی نقش دارن. منظورش چی از تولید انرژی؟ منظورش تنفس سلولی هست. شما باید فرمول تنفس سلولی رو بدونید. C6H12O6 به اضافه O2 میده CO2 به اضافه H2 به اضافه ATP. این دوتا یعنی اکسیژن و گلوکوز در تولید انرژی نقش دارن و ما میدونیم که اکسیژن هم از مری میتونه عبور کنه هم از نای میتونه عبور کنه و گلوکوز هم که وقتی غذا داریم میخوریم قطعا از مری عبور میکنه، پس این میتونه ویژگی مشترکشون باشه. گزینه سه گزینه صحیحی هستش. مورد بعدی میگه لایه زیرمخاطی آنها به لایه عضروفی ماهیچه‌ای. بچه‌ها لایه عضروفی توی مری نداریم، ما دقت کنید فقط توی نای لایه عضروفی داریم، پس این گزینه هم نمیتونه مناسب باشه و تنها گزینه گزینه سه هستش. موفق باشید.